انگیزه های اعراب مسلمان برای حمله به ایران کم نبوده از قول گنج خسروان و قیصران پیامبر اسلام به اعراب گرسنه تا قیام اعراب بین و نهرین برای بیرون اومدن از زیر یوغ ساسانیان از علاقه عجیب اعراب به یاقیگری و خونریزی تا کمبود آب و زمین های حاصل خیز توی شبه جزیره عربستان از پان عربیسم و ایده اتحاد همه اعراب تا گسترش تجارت مکه ها همه و همه دلایلی بودند برای حمله ویران کننده عرب به ایران اما شاید اگر امپراتوری اون زمان ایران در نقطه افول خودش نبود هرگز دست عرب به این آب و خاک نمی رسید سلام من محسنم و اینجا کانال خودتون جو پادکسته امروز برای شروع این برنامه میریم و از امپراتوری ساسانی آخرین امپراتوری ایران پیش از اسلام شروع می همین اول ویدیو هم بگم که چون منابع ما برای ساخت این برنامه انگلیسی هستند، ها رو به تقویم میلادی ذکر کردیم. این نقشه ایران در زمان امپراتوری ساسانی و پیش از حمله اعرابه شاهنشاهی ساسانی توسط اردشیر بابکان تأسیس میشه و های بعد از اون این امپراتوری رو گسترش میدن. بعد اردشیر پسر شاپور اول به حکومت میرسه طی مبارزات ایران و روم و در نبرد ادسا توی سال 260 میلادی سپاه روم شکست میخوره و امپراتور روم والریان اسیر سپاه ایران میشه به دستور شاپور اول پیکره عظیم از, از این پیروزی بزرگ در دل کوه مهر در نقش رستم و تنگ چوگان تراشیده میشه که روایتی از شکست و تعظیم امپراتور رومه به فاصله هشت پادشاه بعد از اون شاپور دوم در حالی که هنوز در رحم مادرش بوده به عنوان پادشاه پذیرفته میشه و هفتاد سال پادشاهی میکنه دیویست و هشتاد سال قبل از ظهور اسلام شاپور دوم در حالی که شونزده سالش بوده عرابی که به قلم روی ساسانیان یورش برده بودن و شکست سختی میده بعد از شاپور دوم پادشاه قدرتمند دیگهی که زیاد مطرحه خسرو اوله که به انوشیروان دادگر شهرت داره مثل دوره شاپور دوم در دوره انوشیروان سپاه ایران و قلم امپراتوری ساسانی گسترش پیدا میکنه. بعد انوشیروان امپراتوری ساسانی یه روند نزولی رو تجربه میکنه و یه سری از مناطق غربی دست رومی ها میافته. هرچند خسرو دوم یا همون خسرو پرویز سوریه آسیای صغیر و مصر رو دوباره میگیره ولی نمیتونه اونا رو نگه داره و هراکلیوس امپراتور روم بعد از نبردی 6 ساله در سال 628 میلادی ایرانیا رو از مناطق مورد مناقشه بیرون و تا دروازه های تیسفون تعقیب میکنه خسرو پرویز که حالا عشق و احترام زیر دستاشو از دست داده توسط پسر خودش قباد دوم معروف به شیرویه تیه کودتایی از حکومت خل میشه پدر به دستور پسر ابتدا زندانی بعد کور و در نهایت کشته میشه افول ساسانیان در زمان شیرویه به اوج خودش میرسه اون همه مردان خانواده به استثناء پسرش اردشیر سوم رو میکشه تا کسی تاج و تختش رو به چالش نکشه اما بعد از هفت ماه حکومت میمیره یزدگرد سوم به عنوان دهمین پادشاه بعد از قباد دوم توی سلسله ساسانی به حکومت میرسه و در نخستین سال فرمان روایش حمله اعراب به ایران اتفاق میفته این وسط یه دوره شش ساله ای از مرگ شیرویه تا یزدگرد سپری میشه که دربار پادشاهی درگیر هرج و مرجه شهروراز یا شهربراز فرمانده ایرانی که یک عمر علیه رومیان جنگیده و چندین نبرد رو به هراکلیوس واگذار کرده از فرصت آشفتگی دربار استفاده میکنه و به سمت پایتخت تیسفون حرکت میکنه و با هیله تصرفش میکنه شهروراز اردشیر پسر شیرویه رو که هنوز بچه است ولی به عنوان امپراتور شناخته شده میکشه و تاج و تختش رو قصب میکنه مردم خشمگین از این اتفاق سوگن میخورن که دیگه اجازه ندن امثال اون بهشون حکومت کنه بعد چهل روز شهر و میکشن و به پاشتناب میبندن و تو خیابونای تیسفون میکشنش در این دوره شش ساله دو ملکه با نامهای پوراندخت و آزرمیدخت حکومت میکنن پیروز دوم یا گشتاسب که بعد از پوران دخت و قبل از آزر می دوخت پادشاه میشه سر بزرگی داشته و موقعی که میخوان تاج گذاری کنن میگه تاج چه تنگه درباری ها از این حرفش خوششون نمیاد ظرف یه ساعتون رو میکشن و یکی دیگر رو پادشاه میکنن و به این ترتیب اون تاج و تخت با شکوه زمان اردشیر شاپور و انوشیروان به همچین درام مزهکی تبدیل میشه در مورد تیسفون هم این توضیح کوتاه بدم که این شهر از سال 55 پیش از میلاد تا سال 651 بعد از میلاد پایتخت اشکانیان و بعد ساسانیان بوده یعنی از زمان پادشاهی اورد دوم اشکانی تا یزدگرد سوم ساسانی و در 35 کیلومتری جنوب شرقی بغداد هم قرار داشته وقتی ملک پوران دخت، دختر خسرو پرویز بر تخت حکومت میشینه بین اعراب شایعه میشه که ایرانیا پادشاه ندارن و مجبور شدن به یه زن پناه ببرن این شایعه دلیلی میشه برای ماجراجویی و تاخت و تاز اعراب در نواحی مرزی امپراتوری ایران مصنع ابن حارسه رئیس قبیله بنی بکر از ناحیه هیره نزدیکی های شهر نجف امروزی شروع به غارت میکنه و سوید ابن قطبه از ناحیه اوبله تو مرز یمن که باز بخشی از امپراتوری ساسانیه حملات اولیه مصنا بیشتر تو خود صحرا اتفاق میافته ولی بعدن که جسورتر میشه تا کسکر در کرانه شرقی دجله پیش میره این حملات در دوره جنگ های ارتداد به اوج خودش میرسه این جنگ ها بعد وفات پیامبر اسلام در جوان سال 632 میلادی شروع میشند و در مارس 633 به پایان میرسن یعنی خورداد ماه سال 11 هجری شمسی تا اوایل فروردین سال 12 هجری شمسی که میشه 1391 سال پیش اوایل فوریه 633 مصنا سرخوش از موفقیت پیش خلیفه اول ابوبکر میره عراقی که توی وضعیت آسیب پذیریه ثروتی که انتظار قارت اعراب رو میکشه و بحران سیاسی که امپراتوری ساسانی رو فرا گرفته همینطور ناتوانی نظامیان ایرانی در نبردهای سری دلایلی هستند که مسنا طی درخواستش از خلیفه برای تقویت حملات طرح میکنه اگه تا اینجای ویدیو رو همراه من بودین حتما لایکش کنین و برای حمایت از بر های جو پادکست حتما این ویدیو رو به دوستانتون معرفی کنین بچه ها فراموش نکنین که ما دو روز در هفته با شما ایم روزای یک شنبه و پنج شنبه حتما برنامه رو طوری بچینین که به ویدیو جدید ما هم برسین و ازش لذت ببرین ابوبکر باهاش موافقت میکنه و طی حکمی اونو به عنوان فرمانده کل مسلمانان بنی بکر منصوب میکنه. مصن با این حکم به سمت شمال شرق عربستان حرکت میکنه و اونجا قبایل متعددی رو جمع میکنه و یه سپاه 2000 نفره تشکیل میشه و حملات با شور و اشتیاق بیشتری ادامه پیدا میکنه. در عوضت فوریه ابوبکر نامه ای به خالد ابن ولید میفرسته با این مد که به سمت عراق برو و عملیات ها رو در منطقه اوبله شروع کن با ایرانیا و ساکنان اون منطقه به جنگ هدفت فعلا هیر است خالد فعلا دو ماهی میشه که در یمامه است تا افراد مسیلمه کسی که ادعای پیامبری کرده رو شکست بده طبق دستور خلیفه خالد نیروهاش رو جمع میکنه و در سومین هفته مارس سال 633 از یمامه خارج میشه ولی قبل شروع نامه‌ای به هرمز حاکم منطقه اوبله میفرسته با این محتوا که مسلمان بشه تا در امان بمونه یا موافقت کنه که جزیه بده در غیر این صورت عواقبش به گردن خودشه جزیه هم مالیاتیه که مسلمون ها از اهل کتاب غیر مسلمون می گیرن تا توی جنگ ها از مال و جانشون محافظت کنند هرمز که این تهدید رو از سمت عرب تاب نمیاره با افرادش به سمت کازمه میره و البته از پایتخت تقاضای نیرو میکنه ولی خالد به سمت نباج میره تا دو هزار نیروی مصنا رو به سپاهش ملحق کنه البته چش هزار نفر دیگه هم تو راه اضافه میشه و در نهایت لشکر 18 هزار نفره خالد به طرف حفیر حرکت میکنه خالد که از برتری نظامی سپاه ایران خبر داره تصمیم میگیره استراتژی خسته کردن نیروهای دشمنو پیاده کنه حرکت به سمت حفیر که به اوبله نزدیکتره این پیامو به هرمز میده که اوبله در خطره هرمز که حالا تو کازمه است تصمیم میگیره به سمت حفیر بره ولی در همون موقعی که سپاه ایران داره میرسه خالد نیروهاش رو به طرف کازمه حرکت میده هرمز دوباره مجبور میشه به کازمه برگرده خالد به محض رسیدن نیروهای خسته هرمز شروع به حمله میکنه و سپاه ایران رو شکست میده سپاه دیگری که دربار ایران به فرماندهی کارن پسر کاوه آهنگر برای تقویت نیروها فرستاده بوده بعد کشته شدن هرمز به اون منطقه میرسه البته در نزدیکی ساحل جنوبی رودخانه ای که به دجله متصله اسم این منطقه مزاره و بازماندگان سپاه هرمز هم به سپاه کارن ملحق میشن خالد از کازمه به طرف رودخانه حرکت میکنه و نبرد رودخانه در هفته سوم آوریل سال 633 اتفاق میافته. با سپاه ایران شکست میخوره و طی مبارزه تن به تن کارن و دو تا فرماندهاش قباد و انوشکان کشته میشن به گفته تاریخ تبری سی هزار ایرانی در این نبرد از بین رفتن شکست سنگین سپاهیان ایرانی در کازمه و رودخانه درباریای ساسانی رو در تیسفون بهت زده میکنه برای نخستین بار ایرانیا متوجه جدی بودن حمله اعراب میشن میدونن که خالد به سمت غرب به طرف هیره حرکت میکنه تا در سرزمین های عربی بمونه و البته به صحرا هم نزدیک باشه جایی که اگه به مشکل بخوره دیگه ایرانیا نتونن تعقیبش کنن دو لشکر از طرف تیسپون تدارک دیده میشه لشکر اول به محض اینکه آماده میشه به فرماندهی اندرزگر قرار به ولجه بره و اونجا منتظر لشکر دوم بمونه لشکر دوم به فرماندهی بهمن جادویه یکی از شخصیتهای نظامی برجسته کشور تشکیل میشه قراره در ولجه دو لشکر تحت فرماندهی بهمن با هم متحد بشن سرعت بالای حرکت اعراب به نفعشون تموم میشه سپاه خالد به طرف ولجه حرکت میکنه و قبل از اینکه لشکر دوم ایرانی ها برسه در اوایل می 633 طی جنگ با لشکر اول به فرماندهی اندرزگر با تاکتیک کانای پیروز میشه اندرزگر فرار میکنه ولی راهشو در صحرا گم میکنه و از تشنگی میمیره مسیحیان عربی که میخواستند در کنار سپاهیان ساسانی با عرب مسلمان مبارزه کنند با لشکر دومی که از تیسفون فرستاده شده و حالا تحت فرماندهی جابان متحد میشن در عواست می 633 نبرد اولیس رخ میده و با سپاه ساسانی از عرب شکست میخوره خالد قبل نبرد نظر کرده بوده اگه پیروز بشه همه مسیحی های عرب که همراه سپاهیان ساسانی جنگیده بودن و گردن بزنه این اتفاق میفته و از حجم کشتار دو روز و دو شبشون آب رودخانه خونالود میشه و به همین خاطر به این نبرد نهر و دم هم گفته میشه بعد از این چهار شکست پی در پی دربار ایران تصمیم میگیره دیگه فعلا مبارزه نظامی نداشته باشه و لشکر ساسانی به تیسفون عقب نشینی میکنه و هیره با مقاومت جزئی توسط لشکر خالد فتح میشه بعد از سقوط هیره کل منطقه تا دجله پایینتر از تیسفون به تصرف اعراب مسلمون در میاد یه ماه بعد فتح هیره خالد سپاهش رو به طرف شمال حرکت میده و منطقه انبار رو هم فتح میکنه بعد به جنوب برمیگرده و عین و تم رو هم تصرف میکنه در همین روزا پیامی از عیاز ابن قنم دریافت میکنه تا به کمکش بره عیاز به دستور خلیفه معمور شده دومت و جندل یا همون دوم جندل یکی از مراکز تجاری مهمی که عراق شبه جزیره عربستان و سوریه رو به هم وصل میکنه رو بگیره خالد با بخشی از نیروهاش به اونجا میره و بعد فتح اون منطقه با عیاز و سربازای تحت امرش به هیره برمیگرده ایرانیان که فکر کرده بودند خالد برای همیشه از منطقه عراق رفته تصمیم میگیرن اعراب مسلمون رو از سرزمیناشون بیرون کنن دو لشکر تازه تشکیل میدن یکی در حسید و اون یکی در خنافس مستقر میشه هر دو مکان در غرب فرات و شمال شرقی عین التمره اعراب مسیحی هم دو نیروی بزرگ رو جمع میکنن یکی در مسیخ و اون یکی در زومیل نقشه ایرانی ها اینه که همه این نیروها رو در یه ارتش قدرتمند متمرکز و هیره رو آزاد کنند. خالد از دوم جندل به سمت هیره حرکت میکنه و لشکر مسلمانان هیره رو به دو بخش تقسیم میکنه دسته اول به فرماندهی قنقا ابن امر و دسته دوم به فرماندهی اسمت ابن عبدالله هر دوشون قراره به طرف عین و تمر حرکت کنند. خود خالد هم بعد از کمی استراحت افرادش به خاطر خستگی نبرد دوم جندل قراره به این دو دسته ملحق بشه قنقا در منطقه حسید با فرمانده ایرانی زرمهر برخورد میکنه و اسمت در منطقه خنافس با روزبه نبرد با کشته شدن فرماندهان ایرانی هر دو لشکر یعنی زرمهر و روزبه تموم میشه و ایرانی ها تا متوجه شکست میشن عقب نشینی میکنن بازمانده های این دو نبرد باز در مسیخ با اعراب مسلمان برخورد میکنند. خالد سپاهش رو سه دسته میکنه دسته اول به فرماندهی قنقا ابن امر و ابی لیلا دسته دوم تحت امر اعبد ابن فدکی و قربت ابن الجد و دسته سوم رو خود خالد فرماندهی میکنه به لشکر ساسانی شبی خون میزنن و پیروز نبرد میشن بعد به سمت زومیل میرن مسیحیان عرب فرار میکنن ولی موفق نمیشن و همگی کشته میشن کل این عملیات ها یه ماه طول میکشه و تا عواسط نوامبر تموم میشه و باز تیسفون تو لاک خودش فرو میره در نبرد بعدی یعنی نبرد فراز این بار رومیان هستند که نسبت به تحرکات خالد میخوان واکنش نشون بدن از ارتش ساسانی تقاضای کمک میکنن و این دو ارتش به همراه مسیحیان عرب در مقابل اعراب مسلمان سفارایی میکنن و باز عرب مسلمان پیروزه نبرد میشن فراز آخرین نبرد خالد در عراق میشه و با اینکه خالد آرزوشینه به سمت تیزفون لشکر کشی کنه ولی با نامه ای که در می 634 از ابوبکر دریافت میکنه متوقف میشه ابوبکر طی اون نامه اونو به عنوان فرمانده مسلمانان در مقابل روم منصوب میکنه طبق نامه باید نصف نیروهاش رو برای مصنا بذاره تا عرب مسلمان رو در عراق فرماندهی کنه و با نصف دیگهش به کمک ابو عبیده در سوریه بره بعد پیروزی هم دوباره به فرماندهیش در عراق برمیگرده خالد میره و فرماندهی نیروهای عرب مسلمان در عراق با 9000 سرباز به دست مصنا میافته. ایرانیا با دست کم گرفتن مصنایی که تا به حال فرماندهی آنچنانی در سطح خالد نداشته تصمیم می‌گیرند نیروهای عرب و از خاک امپراتوری بیرون کنند به همین منظور ارتشی چند هزار نفره به فرماندهی هرمز به سمت هیره حرکت میکنه. لشکر ساسانی و سپاه 8000 نفره مصنا در اواخر جوان یا اوایل جولای سال 634 در شرایط نظامی تقریبا برابر در بابل و طی نبرد بابل با هم درگیر میشن نبرد سختی اتفاق میفته و ایرانیان باز هم شکست میخورن و تا پایتخت مجبور به عقب نشینی میشن نبرد بابل باعث میشه دربار ساسانی از این به بعد مسنا رو جدی بگیره یه مدتی تخت حکومت خالی میمونه چون بعد شیرویه دیگه از خاندان ساسانی فرد قابل توجهی باقی نمونده که بیاد و پادشاهی کنه بالاخره یزدگرد نوه خسرو پرویز که 21 سالشه تاجگذاری میکنه نسبت به افراد دیگه اون شخصیت و کاریزمای کافی رو داره تا روند افول امپراتوری رو هر چند کوتاه متوقف کنه پادشاه جوان به رغم بی از مسائل سیاسی و تشریفات درباری با قدرت به امور حکومتی و سازماندهی مجدد نیروهای نظامی می و رستم فرخ هرمز همچون گذشته فرمانده کل ارتش باقی میمونه و به هر حال با یه سری اقداماتش ایرانیا رو نسبت به آینده امیدوار نگه میداره. مصنع از پیش میدونسته منابع امپراتوری ساسانی زیاده و فقط یه سازماندهی از طرف اونا کافیه تا بیان و دوباره بخش های تصرف شده رو پس بگیرن اون همیشه این نگرانی رو داشته و حالا این قضیه داره تحقق پیدا میکنه و احساس میکنه 9000 سرباز واسش کمه در عواست آگوست 634 به مدینه میره تا تقاضای نیروی کمکی کنه میرسه و میبینه که ابوبکر لحظات آخر عمرش رو داره سپری میکنه ولی وضعیتش طوری هست که بتونه حرفای مصنا رو بشنوه و تصمیم بگیره مصنا از ضعیف بودن سپاه خودش در مقایسه با ارتش ایران میگه و ازش میخواد سپاهش تقویت بشه ابوبکر تصمیم میگیره در این لحظات دستوری صادر نکنه که شاید توسط خلیفه بعدی یعنی عمر اجرا نشه به هر حال عمر رو فرا میخونه و توصیه میکنه با مصنا همراه بشن ابوبکر میمیره عمر دوبار از مسلمونا میخواد برای لشکرکشی اراق به مسنا ملحق بشن ولی کسی نمیاد بار سوم عمر مسلمونا رو جمع میکنه ولی این بار مسننا حرف میزنه از پیروزی های مسلمونا در عراق میگه و از ثروتی که میتونن طی نبرد به عنوان قنیمت از اون منطقه به دست بیارن اگه فقط جرأت رفتن رو داشته باشن بعد عمر صحبت میکنه و از ایمان الهی که دارن و اونا رو در این مبارزه یاری میده حرف میزنه این بار عمر و مسنا بازخورد خوبی میگیرن از بین جمع ابو عبید ابن مسعود سقفی پدر همین مختار سقفی بلند میشه و موافقتش رو اعلام میکنه بعد اون چند صد نفر دیگه از انصار و مهاجرین داوطلب میشن عمر به خاطر شجاعت ابو عبید اونو به عنوان فرمانده لشکر منصوب میکنه و بقیه حتی مصنا باید تحت امر ابو عبید عمل کنند. مصنا به پایگاهش در بر برمیگرده و منتظر نیروی کمکی میمونه یه نیروی هزار نفره به فرماندهی ابو عبید در مدینه جمع میشه عمر که میدونه برای فرماندهی لشکر شجاعت کافی نیست به همراه فرمانده بی تجربه دو مسلمان با تجربه رو میفرسته که یکیشون سعد ابن عبید و اون یکی سلیت ابن قیسه این طرف رستم فر و که اختیارات لازم برای جنگ با اعراب رو بهش دادن نقشه هاشو میکشه و اولین حرکتش رو شروع میکنه هدفش اینه که مسلمونا رو از سواد بیرون کنه حاصل خیسترین و پر جمعیت ترین بخش عراق که بین دجله و فرات از بسره تا تیسفون رو در بر میگیره و تا موسل و حلوان ادامه داره رستم به شهردارها نامه می نویسه و ازشون میخواد در راه امپراتوری ایران بجنگن همینطور مامورایی رو برای تحریک مردم به قیام علیه مهاجمان عرب میفرسته سه لشکر تشکیل میده لشکر اول به فرماندهی نرسه به کسکر بخش شرقی سوات فرستاده میشه لشکر دوم به فرماندهی جابان به طرف هیره میره هدف این دو لشکر که در دو منطقه جدا از همن اینه که یا مسلمونا را از را خارج کنن یا باعث آشفتگی در سپاه اونها بشن و سومین لشکر صرفا دنبال خسته کردن و کشتار مسلموناست البته لشکر چهارمی به فرماندهی بهمن قراره که حکم تیر خلاصو رو ایفا کنه زمان زیادی روی این نقشه گذاشته شده و حساب شده است و از اونور ور بی تجربگی ابو عبید دقیقا اون نتیجه ای رو میده که رستم دنبالشه مصنا به هیره برمیگرده و متوجه تحرکات ایرانیا میشه اون تصمیم میگیره به جای نبرد در عمق عراق مبارزه رو به طرف صحرا بکشونه به همین خاطر در حالی که جابان خودشو به فرات میرسونه مصنا هیره رو ترک میکنه و به طرف خفان میره ابو عبید بین راه چهار هزار نفر رو جمع میکنه و در اوایل اکتبر 634 در خفان به مصنا ملحق میشه اون طرف جابان از فرات میگذره و خودشو به نمارق در نزدیکی کوفه میرسونه و توقف میکنه ابو عبید یه هفته در خفان میمونه و با دوازده هزار سرباز که اکثرشون سوار نظامن به طرف نمارق حرکت میکنه ابو عبید مصنا رو فرمانده سوار نظام میکنه و در همون بد ورود به نمارق در هفته دوم اکتبر یا همون عواست مهرماه درگیری اصلی اتفاق میافته در مقابل لشکر سوم به فرماندهی گلینوش یا همون جالینوس هم باز لشکر ابو عبید پیروز میشه و گلینوش با تعداد زیادی از افرادش فرار میکنه چند روز بعد ابو عبید از فرات میگذره و هیره رو دوباره تصرف میکنه ایرانیا در این نبرد هم شکست میخورن و عقب نشینی میکنن ابو عبید لشکر رو به طرف کسکر حرکت میده تا با لشکر دوم ایران بجنگه در نزدیکی کسکر نبرد سقطی رخ میده و این بار لشکر ساسانی به فرماندهی نرسه شکست میخوره و عقب نشینی میکنه قنایم زیادی از این نبرد دست عرب مسلمان میافته این پایان برنامه حمله اعراب به ایرانه حتما قسمت دوم رو هم با من دنبال کنید با جو پادکست تاریخ رو ببینیم و بشنویم